دوستای عزیز سلام، امیدواریم که در هر کجای دنیا هستید خوش خوشحال باشید. امروز آمدیم که آموزش رانندگی را با تاکسی داخل شهر را برای شما نشان بدیم. تا آخر ویدیو امروز ما باشید و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدید و لایک را فراموش نکنید. دوستای عزیز، در قدم اول قانون تاکسی است که همیشه ماشین پاک باشه. ماشین تاکسی باید همیشه تمیز باشه و علامت تاکسی در بالای سرش باشه. دوستای عزیز، من داخل ماشین آمدم. در قدم اول ما چوکی موتور سیت مونم برای خو، قدم دوم آینه دسته چپ را صاف مونم یا چی قسم باشه ما بیتونم که پشت سر را ببینم، بعدا آینه دسته راست را، در قدم سوم آینه وسطی را، در قدم چهارم اشترینگ موتور را. اشترینگ موتور باید یا تا باشه یا بال باشه، هر اندازه که شما راحت هستید اشترینگ موتور را برای سیت کنید. از این بعد حرکت مونیم، موریم داخل شهر. تا آخر ویدیو امروز ما باشید. خب دوستان عزیز، ما میخواییم که از سرک فرعی وارد سرک اصلی شنوم. باید ما میخواییم دست راست بروم، اشاره رو میزنم ما سمت دست راست، این سمت را دست چپ را سعی مونم که ماشین است یا نیست، آیا ما میتونم بروم یا نه. ماشین نیست، حالا ما میتونم بروم راحت. این دست انتخاب نوم، سرعت سرک چیل است، ما باید سرعت را حداقل بین 30 تا 40 انتخاب نم، به خاطر که پیش روی یک گاو برد است. اینجا یک سرک است که آدمای پیاده رو رد میشه. حتما متوجه باشید که نفرایی که رد میشه حق اولیه با اونا است. این بسیار مهمه. کسایی که میخواهید امتحان بدید در رانندگی در نزدیک این قسم جای آماد، باید سرعت کم کرد، سعی کنید دست راست طرف دست راست و دست چپ را که نفری که میخواهد که پیاده رد شونه است یا نیست. اگر نفر پیاده را بود باید استاد کنید و نفر رد شونه، از اون بعد شما میتونید برید. اینجا سرعت سرک چیل است، ما باید میست سرعت ادامه میدیم و همچنان اینجا هم مثل جای قبلی علامت است که نفر پیاده رو باید رد شونه. ما از اینجا سرعت کم مونم، سعی نم آدم پیاده رو نیست، از اون بعد ادامه میدیم. حق اولیه با من است. اینجا اجازه پارکینگ اینجا بود، اجازه پارکینگ نیست اینجا، اینجا باید ماشین پارک نکنه. این قسم علامتی سیکونج آمده مثل قسم دیگه آمده که اینجا کس بالاتر یک جمپ است. جمپ به اصطلاح افغانستان جمپ من گفت یا در ایران نمیفهم چی میگه. اینجا سرعت کم مونید مثل جمپ آمد، هم سین دیست راست چپ که نفر نیست، با اسکیل میایی کسایی باید با اسکیل هست یا نیست، با سرک ادامه میدید. اینجا علامتی با اسکیل آمده و دور خورد که اینجا باید کامل سرعت کم کید، استاد کید، سعی کید با اسکیل یا آدم پیاده رو هست یا نیست. بعدا سعی که داخل از این چوک مثل چوک واری است. اینجا هر ماشینی که اول واری شد حق اولیه با اونا است. اگر از اون سمت اول واری شد تو باید سرعت کم کنی، کامل استاد شوی که حق اولیه با او است. تو باید برا وقت داخل شدی از اون باد اشاره رو بزنی که بکدام سمت ماری. همین قسم دور خورده اینجا هم است، برش میشون میدیم. اون ماشینی که آمد حق اولیه با او است، ما باید سرعت کم کنی استاد کنم. او رفت، اینی حال من میتونم که داخل از ایشنم ایدون از ایک ما اشاره بدیم کجا میرم یا نه. دو بعد حالا ما اشاره میدیم، ما در این سمت میرم. حالا ما وارد اتوبان بزرگ شدم. یه علامتی چیل که اینجاست، اینجا خط زده سرش منایشی است که تو میتونی که سرعت چیلی اضافه تر باری. یک علامتی بود که از شهر یعنی خارج شده سرک هم میامده. اینجا سرعت سرک 60 است، اینجا 80 میشه سرعت سرک. اینجا یک علامت متوجه باش که ماشین نباید. ما اینجا داخل از این میشم، علامت میزنم دست چپ از اون پاس وارد میشم. میخوایم در خط دوم انتخاب کنم به خاطر که من مرکز شهر مرم. از اینجا شما باید مسیر تعیین کنید شما در کدام سمت میرید. علامت ها که اینجا تابلوها نصب شده یه به خاطر است که شما مسیر خود باید مشخص کنید و مولاین انتخاب کنید. من لاین دوم انتخاب کنم به خاطر که من مرکز شهر میرم. برای شما از اونجا دقیق تر ویدیوهای خوبتر آماده کنم. دوستان عزیز، اینجا سرک کامل سرعت 80 است. شما برید سرعت ماشین را به 80 سیت کنید که همون سرعت ماشین باید 80 گلف کنید.
مستقیم راه خیلی ادامه میدیم و اینجا سرک به دو قسمت تقسیم میشه. شما از دور باید مسیر رو مشخص کنید به کدام سمت میرید و این سمت علامت داده این شهر کار دارید یا نه مرکز شهر و ادامه میدیم به سمت مرکز شهر. همیشه کسایی که امتحان داره برای رانندگی اونجا هست، برای این مهم است که شما آرامش رو حفظ کنید، آرامش رو خیلی زیاد حفظ کنید، بسیار با اعصاب آرام برید امتحان. اونجا سرعت رفتار کنم در امتحان که رفتید اونجا فقط اون نفر میگه که مستقیم برو یا دست راست برو یا دست چپ برو. تو بسیار با آرامش کامل سرعت سرک رو حفظ کنید. مهم است که تو غیر قانونی ننی، خلاف ننی، کوچکترین خلافی که از تو ببینه از امتحان رد میشه. کوشش کرد که در امتحان میخوای قبولش نید تا بسیار با اعصاب آرام رانندگی کرد، سرعت رو کنترل کرد. سرعت سرک 70 است، متاسفانه این ماشین 80 ماره، کاملا غیر قانونیه، ولی کوشش کرد که همو قانونی حرکت کرد رانندگی کرد. به خاطر کسایی میخوای امتحان بدید همو قانونی را قانون را مراعات کرد. سرعت مهم است، سرعت 70 کرد. کسایی که پیاده رو رد میشه او بسیار بسیار مهمه، خیلی زیاد. ما بخاطر از او یک بار رد شدم که ما او را مراعت نکدم و ما خاطر برایش میگیم که پیاده روی علامت پیاده روی که آمد کاملا سرعت رو اونجا بار کم کرد. اگه سرعت 40 بود سرعت 40 کرد، سیل کرد دو طرف سرک. آدمی که میخواد رد شده است یا نیست، اگر آدم نبود از او پاس شما میتونید رد شدید، اگر آدم بود واقعا استاد کرد که نفر رد شد و از او پاس سرک مسیر رو ادامه بدید. دیگه بعض جایی ها کس استوب است، در محل جایی که استوب است کامل شما استوب کرد، استوب کرد سیل کرد دو طرف ماشین است یا نیست، کامل ماشین است یا نیست. اگر ماشین بود شما صبر کرد اونا رد شدن، چون بخاطر حق اولیه با اونا است، شما علامت که استوبه. اگر نبود از او باز شما میتونید که سرک را ادامه بدید. خب دوستای عزیز، وارد شهر شدم. اینجا کامل اگر علامت داده که موتورهای بزرگ اینجا آمدنش ممنوع است، سرعت سرک نشان داده که 30 است، باید سرعت 30 باشه، بالاتر از 30 نباشه. اینجا زیاد سه جایی زده برای کسایی که پیاده رو رد میشه، کاملا جای پیاده رو شما سرعت کم کید سیل کید پیاده رو هست یا نیست از و بعد رد شید. روزای امتحان 100% شما در مرکز شهر هم میاره، در سرکای بزرگ هم میاره. وقتی که داخل شهر آمدی مسیر رو مشخص کو، پیش که آمدی به اصطلاح ما اینجا آمدیم مسیر رو مشخص کدم، اشاره رو به سمت دست چپ زدم. اینجا علامت پیاده رو خیلی مهمه، چون بخاطر زیاد است شبها مردم الکل مخوره از چیزا است، دیگه متوجه ازی نیست که به اصطلاح تو ماشین میای اینا میره. شما کاملا متوجه ازی باشید. اینجا مرکز شهر است، یک بغیر ماشین خطی چی مثلا رایتیل اینجا میگه به اصطلاح یک قسم قطارهای کوچیک داخل شهری است، بر اینجا میگه رایتیل است، فارسی خبر ندارم چی است اسمش. همچنان تاکسی اجازه داره که از سرگی که چی میره اتوبوس میره، تاکسی اجازه داره از اونجا بره، ماشین های دیگه اجازه نداره از اونجا بره. و اینجا علامت است کاملا پارک است ممنوعه، کسی اجازه نداره که اینجا پارک کنه. سرعت سرک 30 است، ما باید 30 بارم اینمی کست اینجا به نام رایتل است که سرک از اینا دست دوست راست بازم تاکسی اجازه داره که از جایی کنها باره تاکسی باره، بعض جایی کامل نمیتونه. دیگر دوستای عزیز، در جایی که علامت زده که محل کار است شما کوشش کرد که در محل کار کنشه سرعت چیم قانونی باشه، سرعت چیم کم کرد. اگر سرعت سرک 40 بود تو کوشش کنی 30 کنی یا پایینتر کنی بخاطر که نزدیک محل کار میشه. اینجا چرا خاموش هم، ما کاملا سرعت باید کم کنم، از دو طرف متوجه باشم کسای دیگه که میخواید بیاد پیاده رو اینجا بود بخاطر رد موشه نموشه، باید سرعت کم کنیم. از طرف 12 به شب بعد چراغ خاموش میشه، الان ساعت
یک دقیقه شب هستم، کامل چرا خاموش هستم، مسئولات کم نم، دو طرف اصیل نم که کدام کسی پیاده رو رد موشن نمیشن. این یاد من میخواییم دست چپ برو، از دور باید اشاره روشن کنم. چراغ خاموشه، این بسیار مهمه که چراغ خاموشه. چراغ سل که اینجا مرکز شهر بار ریسکو زیاد است، مردم الکل خیلی زیاد میخورن و مخاطر در جایی که پیاده روی است کامل شما ماشین رو استاد کرد این سل که نفر نیست از او باید بکنید. دیگر روزای امتحان فقط تنها چیز مکم زیادتر برش مهمه پشت چراغ کرمیز استاد کرد پیش دیگه میگنید چراغ سوز زرد موشه کامل شما صورت کم کرد باید استاد کرد. اگر به اصطلاح پیاده رو باشه او بسیار مهم است کامل او رو مراعات کرد. دیگر استرس را از خود دور کرد، هیچ گونه ترسی نیست، بسیار راحت است، هیچ گونه ترسی استرسی نیست. اینجا صورت سرک سی است، اما اون صورت سرک امارو اینجا علامت آمده که ممنوع است که ما بیسم دویم. اینجا هم اجازه از ما نداده که ما از اینجا باید استراس بروم. ما میخواییم که به سمت مرکز شهر بروم. دست راست رو چینج کنم به دست چپ، علامت را اول میذارم پشت سر سیلم که ماشین است یا نیست، با آینه پشت سر آینه دست چپ دور سیلم کامل که پشت سر موتر است نیست، از اون بعد میتونم که سرخ رو چینج کنم. دوستان عزیز از اینجا ما ادامه میدیم. اینجا گروه ما سوزه، اینجا علامت ده که ما حق از ندارم که به اصطلاح از اینجا از ماشین دور بزنم. سرعت سرک سی است، فقط ما یک اجازه دارم دست راست برم و مستقیم برم، اجازه ندارم که دست چپ برم. اینجا مرکز شهر است که مردم ها الکل زیاد مخره، کوشش کرد که از طرف شب که در بیرون میایید از طرف روز در مرکز شهر میایید سرعت چیم بسیار قانونی باشه، غیر قانونی نکید. سرعت باید کوشش که سی باشه، سی هم پایین تر باشه بهتره، به دلیل از اینکه مردم ها صرف شب الکل مخوره از این چیز هاست بیرون یک دفعه که بیایه مانو میزنید راحت. اینجا یک علامت داده که من نمیتونم دیستراس برم، ولیکن من تاکسی هستم میتونم دیستراس برم، به دلیل از این پایین در پایین در چی نوشته است تاکسی و اتوبوس میتونه بره، ولی موتورای عادی نمیتونه بره. ولی ما الان برم دست چپ. در یه ساحه که میایید تا یه که یه ساحه دیگه میایید اینجا بسیار آیسته بره. اگر سرعت 30 است شما کوشید 25 یا 20 بره، بخاطر که کسای ماشین پارک مره یا از ماشین یک دفعه بیرون میاید، یا کوچه های کوچیک کوچیک خیلی زیاد است که نفر بدون از اینکه متوجه باشه ماشین است نیست میای بیرون، چون حق اولی از اونا است که پای پیاده رد بشه. این بسیار مهم است که سمت حتما روزای امتحان کسایی که امتحان میده اینجا میاره. پیشوی بار و دیسکو و از چیزا کنه این کامیلا صورت کم کید بخاطر که مردم ها زیاده الکول مخورد از چیزا صرف شب باید صورت چیم کم باشه. عزیز اینجا سرک هسته یک طرفه هست، من اگر خواستم که به دیست چپ انتخاب کنم من اینجا اختیار دیست خودم هستم، من میتونم دیست چپ انتخاب کنم. اگر میخوایم دیست راست برم میتونم دیست راست انتخاب کنم، به شرطی که شما از پیش از اول باید انتخاب کنید شما دیست چپ میرید یا راست، نشه که بیایید دم باز یک دفعه دیست راست بزنید که ماشین رو سرشیم باشه برشیم اتفاق مختن. از اینجا من میرم دیست راست، اینجا سرک یک طرف هسته، سرعت سرک سی است، اما واقعا همون سیر ما رو همچنان اینجا کسته کوچه هست، چراغ خاموشه، سرعت کامل کم کرد سیل که دو طرف ماشین هست نیست، از او پاس سرک را ادامه بدید. از طرف
شب همیشه چراغای ترافیکی بعد از 12 شب خاموش میشه. اینجا هم بازم سرعت کم کرد، سیل کرد دو طرف سرک، به اصطلاح کسایی که پیاده رو رد میشه است یا نیست، یا ماشین میایه یا نمیایه، کسی پاسیدان ببینید. اینجا ما میخواییم دستی راست بروم، علامت میزنم، منتظر استیستم که رو سمت شما.